به نام خدا دوستان عزیز سلام من سعید هستم از کانال هلو تک مارکت و با یک ویدیو دیگه در خدمت شما هستم خب شما قبلا با انواع نیمه هادی ها آشنا شدید و میدونید که با این نیمه هادی ها میتونیم مدارات مختلفی طراحی کنیم به عنوان مثال میتونیم درایور موتورهای دی سی رو بسازیم و با کمک ماسفت یا ترانزیستور و یا ترکیبی از ماسفت و ترانزیستور مثلا آی جی بی تی میتونیم این مدارات رو بسازیم خود این مدارات هم انواع مختلفی دارند مثل مدارات نیمپول و مدارات اچ یا تمامپل این قطعات گاهی وقتا در کنار همدیگه قرار می گیرن و به صورت بسته های یک پارچه هم تولید میشن و در بازار موجودن در اینجا ما سه تا تی رو میبینیم که توی یک پکیج قرار گرفته و برای سه فاز استفاده میشه ولی هر کدوم از تی ها به صورت تک استفاده میشن اما در اینجا قطعه ای رو دارید میبینید که دارای 6 تا تی هست و در واقع هر دو تا تشکیل یک مدار نیمپل رو میدن و در ادامه میخوایم در واقع قطعه ای صحبت کنیم که مجموعه این قطعات رو در خودش گنجونده و به عنوان یک قطعه کاربردی توی خیلی از برد ها داره استفاده میشه قصد ما از این مقدمه چینی این بود که بیایم در مورد IPM صحبت کنیم قطعه ای که خیلی پر کاربرد و توی خیلی از مدارات اینورتر استفاده میشه حالا چرا بهش میگن IPM؟ IPM مخفف Intelligent Power Module هست یعنی یک ماژول قدرت هوشمند یک ماژول قدرت هوشمند با کارایی بالا که دارای درایور جهت راه اندازی های داخلی خودش هست و با استفاده از یک آیسی داخلی هم از خودش محافظت میکنه در برابر اتصال کوتاه، افت ولتاژ و یا دمای بیش از حد بنابراین این قطعه در واقع یک ماژول هست و بهش نمیشه گفت آیسی به این دلیل که درونش قطعات زیادی استفاده شده این ماژول ها به طور گسترده در کنترل دور موتورها استفاده میشن و تو ابزارهایی مثل درایو موتورهای صنعتی و یا یو پی ها یا همون منابع تغذیه بدون وقفه اینورترها و سیستم های انرژی تجدیدپذیر استفاده میشن این قطعه همچنین برای مصارف خانگی و صنعتی هم خیلی مورد استفاده قرار می میگیره به عنوان مثال توی لوازمی مثل فن تصویه کننده های هوا ماشین های لباسشویی و ظرفشویی سیستم های خنک کننده هوا یخچال فریزر و جاروبرقی انواع پمپ ها کمپرسور ها آسانسور و توی صنعت خودرو هم خیلی ازش استفاده میشه آیپیم ها تو اندازه های مختلف برای مدارات مختلف با توانهای گوناگونی ساخته شدن که چند نمونهش رو در اینجا دارید میبینید سوپر مینی دیپ ام، مینی دیپ ام و لارج دیپ ام که از نظر توان و آمپر با همدیگه متفاوت هستن. توی آی پی ام قطعات مختلفی وجود داره به همین دلیل بهش ماژول میگیم به خاطر اینکه هم از دیود خازن مقاومت سنسور و آی سی کنترلی توی این پکیج استفاده شده که در تصویر قطعات به کار رفته توی این آی پی ام ها رو به عنوان مثال دارید میبینید خب توی این تصویر هم یک نگاهی بندازیم به مدار داخلی آی پی ام و همطور که در تصویر ببینید توی این نمونه سه تا مدار نیمپل توسط 6 تا آی جی بی تی شده و یه بخش کنترلی هم داره که در واقع یک آی سی هست و میتونه فرکانس هایی که برای روشن و خاموش کردن این مدارات نیمپل استفاده میشن رو کنترل کنه و همینطور میتونه از مدار در برابر اتصال کوتاه و یا بالا رفتن دمای بیش از حد و یا افت ولتاژ محافظت کنه خب اگر بخوایم یک آی پی رو بررسی بکنیم در واقع باید به پشت این قطعه نگاه کنیم چرا که معمولا روی این قطعه هیتسینگ قرار میگیره و برای دفع گرما استفاده میشه اما اگر قطعه رو از روی خود مدار بلند کنیم میبینید که شماره فنیش معمولا در زیرش حک شده و شما میتونید با استفاده از برگه اطلاعات یا دیتا شیت این قطعه اطلاعاتش رو کامل به دست بیارید به عنوان مثال ما اینجا یک آی پی می داریم به شماره فنی FSBB 20CH6 خب این نمای روش هست و این هم نمای زیرش و با کمک این تصویر می تونیم شماره پایه ها و ورودی خروجی ها رو ببینیم خب این هم تصویری هست از خود مدار داخلیش و حالا با کمک اطلاعاتی که این دیتا شیت به ما داده و ورودی خروجی ها رو مشخص کرده یکی از تست هایی که میتونیم برای این قطعه انجام بدیم تست همین دیود هایی هستش که به صورت معکوس با خروجی هر کدوم از آی جی بی تی ها موازی شده و برای تست این قطعه تستر های مختلفی تو بازار وجود داره ولی خب قیمت خیلی بالایی دارن اما یکی از تست هایی که میتونیم برای این قطعه انجام بدیم و خیلی هم ساده هست در واقع تست دیودهای های معکوسی هستش که تو خروجی های هر کدوم از آی جی بی تی ها قرار گرفتن و با کمک یک مولتی و تست دیودی به راحتی میتونیم دو سر این دیود ها رو بگیریم و از سلامت خروجی های این شیشتا آی جی بی تی آگاه بشیم و در واقع برای اینکه متوجه بشیم که سر کاتود و آنود هر کدوم از این دیودها ها به کدوم یکی از این پایا راه دارن میتونیم از این تصویر استفاده کنیم به عنوان مثال برای این آی جی بی تی میبینید که سر کاتود دیودش به پایه 27 و آنودش به پایه 26 متصل شده و شما خیلی راحت با یه تست دیودی میتونید از سلامت خروجی این آی جی بی تی آگاه بشید و مطلع بشید خب امیدوارم که این ویدیو بهتون کمک کرده باشه که با این قطعه بیشتر آشنا بشید مرسی از لایک ها و کامنت های دلگرم کننده تون. اگر عضو کانال نیستید لطفا دکمه سابسکرایب رو بزنید دکمه زنگوله رو فعال کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید براتون نوتیفیکیشن بیاد و ممنونم که ما رو تماشا میکنید براتون آرزو سلامتی میکنم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار